سلام، وقت همه عزیزان بخیر. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. این جلسه اشاره‌ای میخوام به کنده و پنجه کاری بکنم. کنده در واقع صدایی که به واسطه ضربه انگشت دست چپ ایجاد میشه، مثل کار مضراب رو میکنه. برای تمرینش خب طبیعتا سیم اول چون کنار دست آزاده راحت تر انجام میشه، روی سیم دوم کمی کشیدنی انجام خواهد شد، سخت‌تر، سیم بم ضخیم تر، باز همین حرکت براش سخت‌تر میشه. در مورد روی سیم اول شروع میکنیم. هر جایی که خواستین بگیرین، با هر انگشتی خواستین بگیرین، ولی اولین کنده هاتون رو بهتره با انگشت تکیگاه انگشت اول انجام بدید. دقت بکنید وقتی میخوایم نوتی رو بکنیم، اون نوت رو نگه میداریم، باز انگشت آزاد بعدیش ضربه میزنیم. یعنی هیچ وقت ما اون نوتی که میخوایم رو نمیکنیم، اول میزنیمش میکنیمش. حالا با توجه به این مسئله شما فکر کنید که من میخوام سل رو بکنم، سل رو نگه میدارم با انگشت اول و باز انگشت دورتر که لخت‌تر راحت‌تره، یعنی انگشت سوم ضربه میزنم کنار سیم و کنار دست. نکته، سیم رو نگیریم بکشید. این در واقع گرفتنش تا همون زمان هر چقدر که سریع انجام بدین صدای اشاره، صدای جایی رو روی دسته میده. پس ضربه باید سریع انجام بشه. انگشتتون رو از بند اول نخوابونین رو دسته، بجز اینکه خب حالا صدای اشاره خواهد داد، کشیدنش هم سخت‌تره. باید با نوک انگشتتون در واقع اینجوری بزنید تو سر سیم. نکته بعدی، جایی که انگشت رو دارین میکنین اهمیتی نداره. برای خاطر فکر نکنیم که مثلا اگر یکی میگه مثلا سل رو بکنین، خب کجاشو بکنم، مثلا سی بمول بکنم، لا بکنم. نه، در واقع شما انگشت که نگه داشتین مهمه، که با انگشت آزادتون که میزنین صدای کنده روی اون حساب میشه. نکته بعدی، انگشت تکیگاهتون رو محکمتر از حالت معمول نگه دارید. اگر تکیگاهو شل کنین وقتی میکنین، انگشتتون هم تکون بخوره، جاش عوض بشه، کیفیت کندتون رو میاره پایین. خب اول پس 3-1 تمرین کنین، اصطلاحاً بدون مضراب میتونین تمرین کنین. طبیعتاً هر تمرینی رو همه جای دسته بزنید، به خاطر اینکه فشار توی روی سیم، توی دسته، نصف بال دسته، وسط دسته و پایین دسته فرق میکنه. هر چی پایین تر سیم سفت‌تره. پس هر تکنیکی، هر تمرینی که انجام میدین تو منطقه مختلف انجام بدین. وقتی 3-1 تمرین کردین و دیدین که ضربدار شد، حالا میتونین مضراب رو همراهش کنین. ما عموماً میزنیم و بعد میکنیم. یعنی من وقتی میخوام سل رو بزنم و میخوام بکنم، اول میزنمش بعد میکنم. نکته، دقت بکنین که همزمان نشن، یعنی در واقع کندتون و مضرابتون رو هم نشینن. اون وقت منی که مثلا میخواستم سل رو بزنم، بعد با انگشت سوم جای ضربه بزنم، حدودا مثلا سی بمول میفته انگشتم، ناخودآگاه مضرابم رو همین کنده سی بمول میفته و بعد میندازمش رو سل. یه زینت میشه سی سل. درسته صدای کندم در ادامهش داره میاد، ولی این سی سله، سول سول نیست. باید خود نوت و بعد کنده باشه. پس حتما بعد از مضراب بیفته کنده تو. حالا کنده میتونه دوتا باشه، یعنی مثلا انگشت دومتون جایی باشه، بزنید انگشت دوم بکنید و بعد انگشت دوم رو بکشید. این دیگه ورش نمیداریم بزنید، بکشید و بکنید. پس انگشت سوم ضربه رو به دست میاره، انگشت دوم میکشه، میشه اصطلاحاً 3-2، 2-1. میتونه سکنده باشه، یعنی 3-2 رو که زدید، 2-1 هم کشیدی، دوری 3-1 بزنید. ببین میگم پنجه کاری. خب تمرین بکنید که یک کنده، دو کنده، سه کنده رو انجام بدید. میشه حتی تعیین اضافه کرد، یه اشاره به صدای زیرتر مثلا. خب باز از این تمرین انجام بدین. همم فعلا روی سیم اوله. حالا دقت به این بکنین که جای تکیگاه ها مهمن. شما اگر انگشت اول دومتون تو پنجه کاری، اگر انگشت اول دومتون به هم نزدیک باشه، مثل اینجا سول و لا بمول مثلا، یا لا و سی و لا بکار و سی بمول، وقتی که 1 و 2 نزدیکن، انگشت 3 راه بازتری رو داره، انگشت بازتریه و ضربش رو راحت‌تر وارد میکنه و همون خاطر شروعش آسان‌تره. حالا اگر انگشت اول دوم فاصله بگیرن، به نسبت این کار بر انگشت کنده اول تو انگشت سومتون سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه وقتی تکیگاه ها باز هستن که باید رو دستم باشن، انگشت 3 جایی برای حرکت نداره و یه مقدار مهار میشه و سخت‌تر میشه براش کندن. به همین خاطر اگر دارین تمرین میکنین، روی یه فاصله به خصوص تمرین نکنین، بستش بدین. فاصله متوسط، مثلا نزدیک، مثل همین، مثل اینکه نیم پرده باشه انگوش اول دومتون، یا مثل میکرونوفاس 3-4 پرده باشه،
یا مثلا پرده باشه، فاصله باز باشه، یا حتی اگه انگشتا برسه مثل 5 4 پرده مثل ریکورن ریو کار که دیگه اون وقت این سیتون اصلا نمیرسه، مجبورین تکیگاه انگشت اولو بردارید و بعد به موقع بذارید سرجاش. به هر حال تمریناتتون رو توی یه نقطه فقط انجام ندید. وقتی رو سیم اول راه افتادین حتما رو سیم دوم انجام بدین. سیم دوم دیگه جایی برای کنار دسته نداره که انگشت رد بشه، مجبورین که بزنید تو سر سیم و سیمو بکشین، یعنی مقدار کشیدنی توشه. میره سیم رو از در عرض جا به جا میکنه و ولش میکنه و این ول کردن سیم میپره زیر انگشت. و بم هم همینطور دیگه، بم از اونم بدتره به خاطر اینکه سیم بجز اینکه جا و سرکت نداره سیم زخیم میهم از. ولی سعی کنید ضربدار محکم بزنید هیچ اتفاقی نمیفته که انگشتاتون اون کیفیت کنده رو در واقع یاد بگیره. پس تکیگاهتون رو شل نکنید، فاصله انگشت اول دوم تو پنجه کاری مهمه، ضربه رو سریع بزنید، سیمو نگیرین بکشین. و اگرم در مورد مضرابتون باید دقت ببین بکنین که اگر قرار بزنین رو بکنین پس حتما بعد از مضراب بکنید، روی اون نیفته. موفق باشید.